Oh. Oh, خدا خدا. نفس نمیتونم بکشم. نفس بکشید من. یه نفس عمیق. اصلا درد نداشتم تو این آخه یه دونه رو زدین. یه نفس عمیق. اصلا هیچی نداشتم. دیگه این دو روز آخر من نداریم چیزی تجربه. تو رو خدا. بذاری خاطر بودم و بشه نه درد رو بگیم چیزی نمونه نه بیشتر آره نه که خود اینه که سلامتی رو
geçen kaptana gidelim Regine'in filmi bugüne. Akıllı nişanlı boyu çay kötü kendi bana ne iş bu ne? Yoldan ne yapıyor? Zahirش وحشت لکن باطنش عالیه. زرباش خیلی عالیه. تمام ظاهرش اصلا وحشت نیست. نه این ظاهر نه شکل شمایلش. از اینکه کسی که الان ببینه از دور منو و فکر میکنه که الان داریم دیوار خراب کنیم. بله. اون ضربه و اون ارتعاشی که ایجاد میشه جناب کاشانی عزیز در خدمت هر شبت که شما با چه مشکلی و چه ناراحتی داشتید که اینجا مراجعه کردید؟ به حضور بود شما هر شبت که نزدیک به یک سال و هشت ماه دو سال من پاشنه‌های پام کف پام اول پای راستم بود مسئله داشت بعد به پای چپ هم زد در فکر کنم بعد از سه ماه چهار ماه اول جدی نگرفت ولی از اونجایی که خب من تو کشور رومانی زندگی میکنم و اونجا اصلا محل سکونتم هست مراجعه کردیم به دکترایی که خب یکی دو تا سه تا فیزیوتراپی انجام دادیم آزمایش گرفتیم متاسفانه یا خوشبختانه میگفتن که هیچ مسئله ای نیست التهابه یه سری دارو مینوشتن فیزیوتراپی میرفتیم انجام میدادیم بعد دو سه روز دوباره درد برمیگشت از غذا به اسپانیا سفر کردیم. اسپانیا توی جزیره تنریف هستیم، یکی از جزیره قناری هست. اونجا دوباره درد من اذیت کرد. به حضور شما عرض شود که نزدیک به تقریبا سه ماه تراتمنت انجام میدادم، معالجه انجام میدادم، فیزیوتراپی انجام میدادم که اونجا به نتیجه نرسیدیم. و توی عکسایی که جالب اینه که رادیولوژی حالا هر عکس دیگه آخرین عکسی که گرفتیم MRI بود. که تو امارایی هم اصلا هیچ کس هیچی جدید و مشکل ندید تا اینکه ما یه دوستی داشتیم به جهت توی ایران من داشتم میمدم به سمت ایران قبلا پیش ایشون ماساژ میدادم پامو و خیلی راضی بودم ایشون گفتش که طب سوزنی هست و طب سنتی هست و تو ایران هم کار درمانی انجام دادم کار درمانی بله ایران هم عکس انداختم پیش دو تا سه تا دکتر رفتیم ارتوپد حتی دکتر سنتی هم من رفتم یه سری دارو مثل داروی دارو نه یه سری مثلا نه چیزی طبیعی مثلا مثل گیاهی سنتی یا خیلی تجویز میکردن یکی میگو پا تو آب سرد بذار یکی میگو پا تو آب داغ بذار یکی نمیدونم تخم شربت بخور برجت رفت نمیشد این درد تا اینکه ما از این دوستمون برجت آدرس شما رو گرفتیم از حضور شما که البته ایشون گفتش که خود من نیستم آدرس استاد خودم رو میدم استاد مرادی منم خیلی خوشحال شدم چون بجد این دوستم قبول داشتم اگر ایشون برای استاد مرادی نامی که من شما رو سعادت نداشتم زیراش کنم خیلی خوشحال شدم گفتم پس من فلان روز میام ایران نزدیک 8 جلسه هست که الان واقعا من نمیدونم اگه بخوام نمره بدم به درد دردهایی که داشتم از یک تا صد حقیقت داستان اینه که احساس خیلی سبکی میکنم اگر قبلا مونده 90 یا 95 درصد درد داشتم الان از این 95 درصد متاسفم که نمیتونم بیشترم بمونم چون امشب پرواز دارم میدونیم از این 95 درصد خدا رو سعید نمازه شکر میکنم از شما تشکر میکنم به 15 درصد رسید پای راستم میتونم به جرات بگم به 7 درصد پای چپم به 15-20 درصد رسید من مطمئن هستم که اگر یه دو سه روز چون تراتمنت پشت سر هم بود دو سه روز استراحت بکنم مطمئن هستم که این درد محو بشه بله مطمئن بجلی از شما تشکر میکنم نمیدونم مؤسسه ایرانیان آریا اگر اشتباه نکنم من استاد فردین مرادی رو واقعا پیشنهاد میکنم به همه مهم اینه که درد رفع بشه حالا من نمیدونم اگر تونستم
اون پیغام یا اون مسیج خودم رو به شما برسونم. واقعا من تشکر میکنم از استاد مرادی، دستشون درد نکنه، خیلی اذیتشون کردیم توی این 8 روز. خواهش میکنم. وظیفه بود، هدف این بود که انشالله اولا که این مشکل و درد از وجود شما بره بیرون، و در وهله دوم یک هدیه ای باشه برای شمایی که ایرانی هستید، مسافرید، میاد اینجا چند روزی میمونید، با یه خاطره خوش برید. من فقط برای دوستانی که برای این گفتگو رو میبینن این توضیح رو میدن که کاری که من برایشون انجام دادم با استفاده از سبک چکشی بود و در ادامهش هم از تپ سوزنی استفاده کردیم که رسوباتی که در ناحیه پاشنه پاشون جمع شده بود به طور کامل برطرف شد، ولی خب متاسفانه ایشون چون مسافر هستن و نمیتونن بیشتر از این بمونن، این اتفاق تا یه 8 جلسه افتاد و امیدواریم که بعد از 2-3 روز استراحت دیگه هیچ مشکلی نداشته باشه. انشاءالله دستتون در صورت برای شما آرزوی سلامتی دارم شما که هر جایی ما هم حلال دنیا هستی در خواهش بکنم شما فدای شما بشم. خیلی متشکرم. شما خواهش بکنم.